چنل یوتیوب امیر تتلو هک شده بود توهین امیر تتلو به مردم همش دروغ بود سلام به ستونای گنگ رپ فارسی امیدوارم هر کجا که هستید حال دلتون خوب خوب باشه آقا این دو سه روزی اینقدر که امیر تتلو هیت شد و سمتش حالا بی اعترامی خیلی شدیدی هم به مردم کرد و اینقدر که سمتش حالا دعوا و خشونت و آنصاب کردن فکر کنم الان من آمار چنلش حالا با هم دیگه میبینیم ولی حدود دو سه هزار نفر تا به الان آنصابش کردن و خب یک قضیه خیلی جدی پیش اومده از حک شدن امیر تتلی با مدرک ستون گنگ حتما حتما چنل یوتیوب رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید با من بیایید بریم ادامه ویدیو آقا داستان این بود که امیر تتلو چند روز پیش برگشت داخل یه دونه پستی که داخل یوتیوب زده بود برگشت گفت که مثلا مردم اسکل هم میریزن تو خیابون یه نفر مرده حالا شما مایی بیاید سالگرد بگیرید فلان کار رو بکنید این اون برخورد از این یعنی خب یه ذره لحنه چیزش بد بود منظورش مثل آیسان اسلامی بود گفت وقتی من خودم داخل آمریکا نشستم دارم اشغال ها میکنم چرا مثلا بیام فراخان و اینجور چیزا بذارم بچه های مردم برم بالا دارم وقتی خودم ایران بودم خایه نشته من کف خیابون دیگه امیر تطلی رو میشناسید که چه جوری میگه یه جوری همیشه صحبت میکنه که باعث میشه خیلی از مخاطباش از دست برن البته خب این سری واقعا بد صحبت کرد گفت نمیدونم دخترای مشهد فلانن اون کسی که ریخته بیرون فلان بوده بی اعترامی زدن کشتنش و حق جمهوری اسلامی بوده که زده طرف کشته ولی خب چنل های تتلیتی یعنی یکی از ها چنل های تتلیتی که به خود امیر تتلو وصل هست تتل تیوی دیگه رسانه اصلی امیر تتلو با حدود فکر کنم 200 هزار تا ساب داخل تلگرام البته یه پستی دیشب زده بود که نمیشه بود آقا این چنل امیر تتلو دست خودش نیست اونم با چه مدرکی با این مدرکی که امیر تتلو خیلی وقت تقریبا میتونم بگم 4 5 سالی هست که فینگلیش اصلا روی یوتیوب یعنی تایپ نکرده دیگه فینگلیش ولی خب دیشب اومد یه حرکتی زد که الان پستش هم صفحه دارید میبینید که اینو یکی از چنل های تتلیتی به نام تتل درست کرده که نوشته چندین سالی که فینگلیش تایپ نکرده و محتوای ویدیویی که پست کرده بود روی یوتیوب مورد پرستی بود. امیر تتلو هم همیشه مخالف مورد پرستی بوده باز شده مردم با توجه به حرفای یهویی اخیرش فکر کنن یوتیوبش دست خودش نیست و طرف جمهوری اسلامی تهدید شده البته تا به الان هیچ پستی تتلو نزده تقریبا میتونم بگم آخرین پستش که دیروز بود که اومد فوش کشید به کل بند گفت آقا دیگه پسرا و دخترا این دختره ای ای اینونی اصلا به درد نمیخورن و کلا کنسل کرد همه چی از اون روز به بعد دیگه هیچ پستی رو یوتیوبش نیومده البته احتمال میره که یوتیوبش هک شده باشه ولی خب فکر نمیکنم نمیدونم یه جوری شد که واقعا الان خیلی پس رفت کردم من آمار یوتیوبش هم داشتم نگاه میکردم توی یک روز 5000 تا سابسکرایب فقط ریخته و به نظرم میاد همچین چه حرکتی رو بزنه که آقا این حرکتون رو میزنه یکم از اون هیت فاصله بگیره یکم از اون هیت هایی که مردم بهش میدن تو اینایی که مردم بهش میکنن فاصله بگیره و دور شه بگه که آقا چنل هک شده بود دست خودم نبود البته میگم من این نظر سنجی هم گذاشتم داخل تلگرام گذاشتم داخل چنل رپتان که داخل دیسکریپشن هست میتونید لوز بشید گذاشتم که آقا امیر تتلی پوشش بدیم یا ندیم بچه های تلگرام گفتن خب پوشش ندیم و گفتیم اوکی پوشش نمیدیم برای خب واسه یوتیوب گذاشتم همه تتلیتی ها راضی بودن که تتلو رو رو پوشش بدیم و واقعا پشپریزون بودیم که تتلو پارسال هم اومده بود گفته بود گفته بود آقا من نمیام حمایت کنم بعد از ترک انقلاب صلح بود با پوتک گفت من حمایت نمی کنم چون دوست ندارم هواداری خودم رو بدم بالا درخت و امسال دیگه کلا لحنش فرق کرد یعنی دیگه یه جوری توپید به مردم که اصلا پشمای طرفداراش ریخته بود اینجوری بود که من داشتم میخوندم کامنت های تطلیتی ها رو داداش ما این همه سال طرفدار تیم ولی خب دیگه تو رو خدا زیاده روی نکن بیش از اندازه نرین تو تطلیتی <laughs> همه اون لحظه شوکه شده بودن کل رسانه های تلگرام شده بود امیر تتلو تو این امیر تتلو رسانه های داخلی خارجی همه جا این خبرش پخش شده بود ولی خب آخرین خبری که از امیر تتلو تتل تیوی زده بود نوشته بود که تا جایی که به ما رسیده امیر حالش خوبه و اوکیه ولی ما نمیدونیم تو خونه امیر چه خبره به توی پست جدید یوتیوبش داستان رو خواهیم دید که چه اتفاقی افتاده البته فعلا میگم که هیچ پستی و هیچ چیزی نزده بیشتره فکر کنم پارسال بود البته بیشتر رسانه های تتلیتی شروع کردن فن پیجای خودشون تغییر دادن یعنی دقیقا همون شبی که تتل به حالا این ها و مردم توین کرد یه دونه تویت برداشت گذاشت که آقا داشت گرس میخورد این گرس های کوچیک آرام بخش هستن آرام یعنی میخورن میگیرن میخوابن دیگه تتر خودش میگه من یه،, یه خشاب خوردم یه هفته خوابم بود میبینی که الان داخل آخرین پستش یه دونه کامل از اونا رو خورده و نگه داشته گفته که آقا من اینو خوردم تقریبا میتونم بگم بعد از اون دیگه چی پستی نزده یعنی شاید البته تبلیغای موزیکش ممکنه منیجرش یا بقیه افراد بکنن بعد همون شب این اتفاق افتاد باز تتل اومد پست خدافزی زد گفت دلم میخواد منفورتر بشم من کلا میخوام از فضای رپ فارسی خدافزی بکنم این اولین باری نیست که امیر تتل و میاد همچین حرکتی میزنه یا توهین میکنه و بعد از یک مدت با یه ترک سیاسی و اعتراضی از حمایت از مردم همه چی عادی میکنه مثلا چجوری بود پارسال اومد فوش داد بعد اومد انقلاب سولو منتشر کرد و بعد اوکی شد با مردم همه چی ردیف شد دقیقا همینه یه کاری میکنه که 5000 تا ریزش حساب میگیره یه هایی ولی خب تو کل رسانه های رپی غیر رپی خبرگزاری خبرگزاری های داخلی خبرگزاری خارجی همه پست میشه یعنی یکی از شگردای اصلی امیر تطلو است که ترند میشه دیگه یه هایی کلش بعد هم میبینید که گفته با خدافزی کرده قرار نیستی که موزیک بده و چی بگم این فکر نکنم فکر کنم دلش میخواد کلا معروف نشه منفور شدن رو باش حال میکنه یه بچه ها حتما و حتما نظرتون رو بنویسید در مورد این اتفاقیاتون نره چنل یوتیوب رو سابسکرایب کنید زنگوله رو حتما بزنید بازم نظرتون در مورد امیر تتلو بنویسید اگه تعداد کامنت زیاد بره که پوشش دیگه روی چنل یوتیوب اونم پوششش نمیده ولی به خواست شما مخاطبین فقط دمتون گرم خیلی دوستتون دارم با امید دیدار